به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، با تشدید اقدامات اسلام ستیزانه در سوئد و اقدام رئیس یکی از جنبش‌های افراطی دست راستی در حدک حرمت به قرآن کریم، سوئد برای دومین روز متوالی به صحنه تظاهرات و درگیری‌ها تبدیل شد. به دنبال اعلام راسموس پالودان، رئیس جنبش دست راستی و اسلام ستیز موسوم به خط سخت برای حدک حرمت به کلام الله مجید، طی روزهای پنجشنبه و جمعه خیابان‌های سوئد به صحنه زد و خورد و درگیری‌های شدید تبدیل شد. منابع رسانه‌ای غربی از بروز شورش و درگیری‌های شدید در سوئد طی روز جمعه، یعنی دیروز، خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، حدود 200 نفر از معترضان در حمایت از کلام الله مجید و محکوم کردن حدک حرمت به قرآن کریم با نیروهای پلیس درگیر شدند و تعدادی از خودروها را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال اعلام یک رهبر افراطی اسلام ستیز برای آتش زدن قرآن کریم در شهر لیکوپینگ و برپایی تجمع حامیان او، مخالفان این اقدام تظاهرات حمایتی از قرآن کریم برگزار کردند، اما این تجمع به صحنه درگیری‌های شدید منجر شد. پنجشنبه پیش قرار بود راسموس پالودان، رهبر جنبش راستگرا و اسلام ستیز دانمارک سوئدی خط سخت، به همراه حامیانش یک تجمع برگزار کنند و طبق قرار قبلی قرآن را آتش بزنند، ولی پیش از شروع تجمع درگیری صورت گرفت. طبق گزارش‌های اولیه، درگیری‌ها در شهر لیکوپینگ سوئد منجر به مجروح شدن 3 پلیس و بازداشت 2 نفر از معترضان در روز پنجشنبه پیش شد. با برهم خوردن تجمع حامیان راسموس پالودان، او اقدام شنیع خود در حدک حرمت به قرآن کریم را انجام داد و این موضوع باعث شد که روز جمعه برای دومین روز متوالی در حمایت از کلام الله مجید در خیابان‌ها حاضر شوند. منابع رسانه‌ای غربی تعداد معترضان را حدود 200 نفر عنوان کردند و از آنها تحت القابی از قبیل شورشگر یاد کردند. مقام‌های سوئد اعلام کردند طی درگیری روز جمعه میان پلیس و معترضان، 9 نیروی پلیس زخمی شدند. به گفته سخنگوی پلیس سوئد، نیروهای پلیس از ناحیه دست دچار آسیب شدند و هدف سنگ پراکنی قرار گرفتند. بنابر گزارش رسانه‌های محلی در سوئد، در درگیری‌های روز پنجشنبه که در شهر لیکوپینگ رخ داد، 3 مأمور پلیس زخمی و به بیمارستان منتقل شدند و نیروهای پلیس 2 معترض را بازداشت کردند. نخست وزیر سوئد در واکنش به درگیری‌ها در این کشور اظهار نظر کرد. او گفت: در سوئد مردم اجازه دارند نظرات خود را بیان کنند. خواه نظراتشان خوب باشد، خواه بد. این بخشی از دموکراسی ماست. مهم نیست که شما چه فکر میکنید. هرگز نباید به خشونت متوسل شوید. ما هرگز آن را نمیپذیریم. او با انتقاد از راسموس پالودان، رهبر جنبش راستگرا و اسلام ستیز دانمارک سوئدی خط سخت، افزود: این دقیقاً همان واکنش منفی است که او میخواهد شاهدش باشد. هدف اصلی او این است که مردم را علیه هم تحریک کند. پالودان طی سالهای اخیر به دلیل مواضع افراطی و اسلام ستیزانه خود بارها خبرساز شده. او در ماه نوامبر 2020 در فرانسه بازداشت و از کشور اخراج شد. 5 تن از حامیان او هم به فاصله کوتاهی پس از اخراجش از فرانسه به دلیل تلاش برای آتش زدن قرآن کریم در بروکسل بازداشت شده بودند. برای اطلاع از جدیدترین اخبار روز دنیا، کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره.